خوش آمدید جلوی خط. شباهنگ، برنامه‌ای که تقریباً 7 سال هر شب از تلویزیون صدای آمریکا پخش میشه. یکی از معدود برنامه‌های این شبکه است که از ابتدا تا حالا اسمش تغییر نکرد. مجله تصویری از تازه‌های موسیقی، فیلم و سینما، مد و زیبایی گرفته تا مصاحبه با هنرمندا و خبرسازای دنیای هنر. امشب پریسا فرهادی، ماندانا تدین و بهنود مکری روی خط هستند تا نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما رو درباره شباهنگ بشنون و به پرسش‌های شما پاسخ بدن. انتظار شما از این برنامه چیه؟ جای چه موضوعاتی خالیه و نقاط قوت و ضعف شباهنگ کجاست؟ از همین حالا با ما تماس بگیرید و در گفتگوی امشب شرکت کنید با شماره تلفن 202-692-4360 و همینطور در فیسبوک و از طریق فضای مجازی با رویا ملکی در ارتباط باشید. سلام، شب شما بخیر. من هم منتظر شما هستم. بیاین در مورد شباهنگ با هم بیشتر صحبت کنیم. در فیسبوک بیاین با من چت کنید. همینطور میتونید از طریق اسکایپ با ما همراه بشین. به صورت صوتی و تصویری برای ما ایمیل بنویسید بذارید و در مورد شباهنگ نظرتون رو بذارین، انتقاد بکنین یا پیشنهاد بکنین. همینطور پریسا فرهادی و ماندانا با ما هستن. بیاین در مورد اونها بیشتر با هم صحبت کنیم. من مهشید ندیری هستم و برنامه امشب روی خط درباره برنامه شباهنگ. شباهنگ روی خطه و شما میتونید با ما تماس بگیرید درباره این برنامه صحبت بکنید. پریسا فرهادی و ماندانا تدین با ما هستن. بهنود مکری بعداً به ما میپیونده. ممنونم بچه ها، کار داریم، برنامه‌تون هم میدونیم میخواد شروع بشه، اما میخوام که برامون از برنامه شباهنگ یکم بگین که چطوری تهیهش میکنید، چطوری آماده میکنید. و میدونم که رویام در فیسبوک پستی که گذاشته نظرات مختلفی رو گرفتیم در مورد برنامه که اونا رو هم مطرح میکنیم. اما پریسا، خب در ابتدا میخوام سلام بکنم به بیننده های خوب برنامه روی خط و تشکر بکنم از شما که از ما دعوت کردین در این برنامه شرکت بکنیم. خب سوال اول راجع به چی بود؟ اینکه برنامه رو چطوری تهیه میکنی؟ اول از همه این رو بگو که چند وقت با برنامه شباهنگ کار میکنی؟ خب من 9 ساله که در صدای آمریکا فعالیت میکنم و از روز اولی که شباهنگ شروع شد با شباهنگ بودم. بسیار هم عالی. بعد اینکه سوژه ها رو چطوری انتخاب میکنی؟ برنامه های الان در حال حاضر تو هفته 3 روز برنامه دارید در شباهنگ. درست. سوژه ها رو چطوری انتخاب میکنی؟ گزارش هاتون رو چطوری انتخاب میکنید؟ خب یه سری گزارش داریم که اینا از AP Associated Press و از رویترز میاد و اینا رو دوستان ترجمه میکنن و ادیت یا تدوین میکنن. اینا رو داریم که میشینیم با بچه‌ها نظرسنجی میکنیم ببینیم کدومش به درد شباهنگ میخوره و اونها رو جدا میکنیم برای شباهنگ. اما یک سری گزارش اوریجینال داریم، در واقع میریم میگردیم هنرمندا رو پیدا میکنیم، کسایی که صاحب سبک هستن، یا سعی میکنیم کشف کنیم کسایی رو که تازه وارد کار هنر شدن یا کار فرهنگی، فرقی نمیکنه، پیداشون میکنیم. اگر این دور بر باشن که خب چه بهتر، خیلی وقتا سفر مجبوریم بکنیم یا از طریق استدیویی که در کشور و شهرهای دیگه هست بیاریمشون به برنامه. خب یه سری مهمون داریم، مهمونایی که از طریق سکایپ یا ریموت بله میاریم و مصاحبه میکنیم. اما یک سری رو گزارش میریم تهیه میکنیم، یعنی میریم در محلی که اونا هستن از زندگیشون، از کارشون فیلم تهیه میکنیم و باشون مصاحبه میکنیم. من خودم تجربه اینو دارم که بیشتر از 100 تا
شاید گزارش اوریجینال دارم که با هنرمندان مصاحبه کردم، به محل کارشون رفتم و تمام اینها رو خودم ادیت میکنم و تدوین میکنم همینطور که میدونی و بعضی هاشو حتی خودم فیلم برداری کردم و خودم ادیت کردم. یک سری هم خبرای هنری داریم که ماندانا میتونه راجع بهش صحبت. دقیقاً ماندانا، تو الان چند وقت با برنامه شباهنگ کار میکنی؟ من تقریباً یه سال و نیمه که الان با شباهنگ هستم، البته در کل 8 ساله که با صدا همکاری میکنم. یه مدت با خود شما بودم. بله ولی با شباهنگ الان یک سال و نیمه و اون بخش اول برنامه رو اجرا میکنم که خبرای کوتاه هنریه یا در واقع خبرای مختلف، هر چی در رابطه با دنیای هنر هست، میتونه مثلا فیلم باشه، آلبومای جدید یا خبرها از چهره‌های معروف. یعنی خبرای روز و داغی که بله دقیقاً داره. یعنی مثلا چیزایی که طولانی تره، مثلا یه آلبوم جدید و بعداً یه پکیج یا گزارش طولانی تر در اون مثلا یه چیز عمیق‌تر در موردش تهیه میشه. برای من چند تا خبر کوتاه همیشه اول برنامه به قول خود خبرای داغ و تهیه میکنم هر روز برای شباهنگ. البته الان هم یه مدتیه که یک روز در هفته برنامه شباهنگ رو اجرا میکنی. از فردا شروع میشه. بله از فردا شروع میشه، چون من از بچه ها میپرسیدم، بهنود به من گفت الان سه روز پریسا برنامه رو اجرا میکنه، سه روز بهنود و یک روز هم ماندانا، که پس از هفته آینده قراره. بله از فردا، از شنبه ها من با شباهنگ خواهم. بسیار هم عالی. من ولی خورده قور بزنم به خاطر که این موضوع، اینکه ما امشب مهمون داریم، پریسا اینجاست و ماندانا اینجاست و بهنود قراره بیاد، هم در صفحه فیسبوک خودمون گذاشتیم، هم در صفحه فیسبوک شخصی پریسا، ماندانا و بهنود و همینطور در برنامه شباهنگ. ولی کسایی که اومدن و برامو کامنت گذاشتن بیشتر از شخصیت‌ها صحبت کردن، نه انتقاد دادن، نه پیشنهادی و نه اینکه نظر خاصی داشتن، انگار هیچ نظری کسی نداشت جز چند نفر آدم معدود و بیشتر از آدما صحبت کرده بودند. اما من چند تا از این نظرها رو برات پیدا کردم میخونم. غلام نوشته که شباهنگ از قبلش بهتر شده و پیشنهاد دادی که زمان مصاحبه با هنرمندای ایرانی رو کمی بیشتر کنید و از قدیمی‌های تلویزیون ایران هم دعوت کنید اگر در دسترس بودن. غلام در مورد لوگوی برنامه شباهنگم گفته که خیلی دلچسب نیستش. ولی استاد اشاره کرده به اینکه ادیت می‌کنی و خودت فیلم برداری میکنی، یکی از کارهایی که پربیننده بوده یا دوست داشتی و توی این چند وقتی که کار کردی اگر یادت هست به ما بگو چیه، ببینم میشنم بچه آماده کنن. یکی از کارهای من که خیلی پربیننده بوده، مصاحبه با یک خانم طراح، خانم سیمین که در لس آنجلس هست، با ایشون مصاحبه کردم که ایشون لباسهای زیادی دوخته و طراحی کرده برای رد کارپت که این خیلی، این ویدیو رو خیلی دیدن و استقبال کردن. فکر کنم ما لینکش رو داریم اگر بخواین یه تیک از اینو بخش میکنی برای شما. و به نام در اجتماع آمریکایی و ایرانی است. سیمین ایرانی تبار است، در انگلستان بزرگ شده و در حال حاضر مقیم لس آنجلس است. البته مادر من خودش این هنر طراحی و دخته خیلی زیاده داشت، همیشه خواهر منو و منو لباسه خیلی زیبا تنمون میکرد و میدوخت مادرم برای ما و فکر میکنم از مادرم اینو به ارث برده باشم. او از کودکی آرزو داشت طراحی. افشین مرتون نوشته که تشکر میکنه از برنامه‌تون و گفته از برنامه ایستاده مردن شاهین خیلی خوشش اومده، پیشنهاد داده که باز هم مستند بسازین از هنرمندای خاص، به برنامه‌تون خیلی کمک میکنه. گفته از کارشناس سینماتون هم تشکر میکنه، فکر میکنم بهنامو میگه، و گفته خواسته که از ایرانی‌های موفق هم گزارش تهیه کنین و از خودتون هم یه بیوگرافی کوچولو بگین که کجا کار می‌کردید، چی کار بودین، که فکر می‌کنم اول برنامه این کارو شما کردید. این هم و در ضمن بچه ها هر کدوم صفحه فیسبوک هم دارن، اونجا یک مقدار سوالات شخصی تری اگه دارین و اگر پریسا و ماندانا مایل باشن به اون سوالات شخصی جواب بدن، میتونید در فیسبوکشون براشون بنویسید، ازشون بپرسید. اما اجازه بدین نظر مجید و فرهنگ رو بشنویم. مجید از تهران. مجید، درباره برنامه شباهنگ چی فکر میکنی؟ پیشنهادی داری برای شباهنگی ها یا انتقادی اگه میخوای بکنی بگو. الو، درود بر شما. خواهش میکنم، بفهم. از ایران مزاحم میشم و تشکر میکنم از شما همکاره عزیزم، به خصوص خاطر اینکه جان نوبت ساعت هفت بود. مجید متاسفانه صدا قطع و وصل میشه، بذار نظر فرهنگ رو بشنویم، بعد اگه تو این فاصله همکارانم هم بتونن مجددن باها تماس بگیرن. فرهنگ، نظر شما رو میشنویم درباره برنامه شباهنگ.
خب من نمیدونم فرهنگ الان صداش پخش نمیشه. فکر کنم همکاران صدامون یا صداشو پخش نکردن. بله اسکایپمون الان وصل نیست. اجازه بدین مهرداد از شیراز ببینیم چی فکر میکنه درباره شباهنگ. الو بفرمایید. سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین پریسا و ماندانه عزیز. ممنونم بفرمایید. صدای من واضح پخش میشه؟ بله. بله من صحبتامو با نام یاد خدا شروع میکنم که آغاز و پایان جهان در دست اونه و نکته‌ای که میخواستم از برنامه شباهنگ انتقاد کنم و درخواستم این بود که ماندانه عزیز همچنین پریسا خانم به این انتقاد من پاسخ درست بدن. اینه که بی‌طرفی در رسانه‌ها یک اولویته که باید هر برنامه و هر رسانه‌ای بی‌طرف باشه و از آن مخاطبین خودشون به این سو نکشه که من هر که دلم میخواهد باید مخاطبین رو ببکنم. ما در فیسبوک وی خط و در فیسبوک خود شباهنگ میبینیم تصاویری که طنز از آیت الله خامنه‌ای گذاشته میشه و این که کنم مناسب شخصیت یک رسانه جهانی که خودش بی‌طرف معین میکنه و اعلام میکنه نیست. من درخواستم اینه که نسبت به این مسئله توضیح بدن و خواهشم اینه که توضیح نکنن و فقط نسبت به این سوال من پاسخ بدن. خب مورد دیگه هم هست بخوای بگی مهدا؟ همین که بی‌طرف نیستن و عمدتا دیدم که تو یعنی تو برنامه شباهنگ بی‌طرف نیستن یا تو فیسبوکشون؟ کل رسانه صدای آمریکا اصلا تو فضای بی‌طرف نیست. خب و یک نکته الان ما درباره برنامه شباهنگ صحبت می‌کنیم. تو برنامه شباهنگ اگه موردی هست بگو مهرداد، چون در مورد صدای آمریکا کلش صحبت نمی‌کنیم و البته درباره اونم خیلی خوبه که برنامه داشته باشیم، ولی فعلا فقط شباهنگ رو بگو. و موردی گفتی تو فیسبوکشون چیزی گذاشته بودن؟ بله من تو فیسبوک تصاویری دیدم که از آیت الله خامنه‌ای تصاویر طنز و تمسخرآمیزی گذاشته بودن که این مناسب شخصیت یک رسانه نیست، چون که بالاخره آیت الله خامنه‌ای رهبر ایرانه. مخالفین و موافقین همه اینو به عنوان جایگاه سیاسی قبول دارن و اینکه بخوان انسان تمسخر کنن که شما هم بالاخره ایرانی هستید و عرق ملیتون ایجاب میکنه که چه خوب و چه بد حمایت کنید از بالاخره داشته‌های ایرانی تو. خب البته این نظر شماست مرتاد، بچه هم شنیدن. حالا اجازه بده فرهنگ هم که از طریق اسکایپ تماس گرفته بود صداش نمیومد، الان ببینیم چی فکر میکنه درباره شباهنگ و اگه پیشنهادی یا انتقادی داری بگو فرهنگ. سلام درود بر شما. من خیلی وقت این مسئله ذهن من رو به خودش مشغول کرده و اون که مجریان برنامه و خود شما حد فاصل بین پارسی نوشتاری و پارسی رسمی و پارسی محاوره‌ای رو رعایت نمی‌کنید. یه پارسی محاوره‌ای داریم که ما با هم دیگه همینجوری صحبت می‌کنیم، ولی یه پارسی رسمی داریم که شما اصلا هیچ کی اینو توجه نمی‌کنه بهش. مثلا بخوام مثال بزنم، گزارش‌های آقای بهنام ناطقی رو اگه در نظر بگیرید، آقای بهنام ناطقی وقتی گزارش میدن خیلی قشنگ رسمی می‌نویسن، رسمی صحبت می‌کنن و وقتی که محاوره می‌کنن اون موقع است که پارسی محاوره‌ای رو به کار می‌برن. ولی شما تو همه جاها دارید الان فارسی محاوره‌ای به کار می‌برید و با این کارتون دارید به زمان پارسی لطمه میزنید، به خاطر اینکه یک بنگاه سخن پراکنی هستید شما. الان یه مثالشو بخوام براتون بزنم. شما فکر میکنید فرهنگ در گزارش هام همینطوره؟ چون معمولا همونجور که شما گفتین وقتی صحبت میکنیم در برنامه مثلا فرض کنید برنامه روی خط، من الان گفتم فرض کنید مثلا، ولی خب وقتی در گزارش ها هست، در گزارش ها معمولا سعی میشه اینجوری نباشه. شما در گزارش هایی که حالا به خصوص در مورد برنامه شباهنگ میخوایم صحبت بکنیم، گزارش ها هم فکر میکنی اینطوری بودن؟ ببینید بله، در مورد گزارش ها هم من نکته هایی رو دیدم، در مورد حتی گویندگی اخبار. من یادم ما بچگیمون معلم ها میگفتن اگر میخواین پارسی درست بدون غلط رو گوش کنید اخبار رو گوش کنید، یعنی منبع ما اخبار بود. الان مثلا میشنوم نمیدونم خانم الهه هست ماندانه، نه چید نمیدونم اسمش یادم رفته، مثلا گفته میشه که رئیس سازمان ملل گفته، مثلا فعلی به نام گفته نداریم، مثلا این رفته او به جان که بگن مثلا فلانی گفته است و رفت
و رو میگن او، بعد مثلا گفت است میگن گفته. بسیار ممنونم فرهنگ. اگه مورد دیگه هست بخوایم بگین، البته این موردی که شما مطرح کردین مبحث خیلی گسترده‌ای هست که میشه دربارش صحبت کرد، سبکایی که الان وجود داره در رسانه‌ها، اما مورد دیگه هست که شما بخواید بگید در مورد برنامه شباهنگ، پیشنهادی دارین برای موضوعاتی که مطرح میشه در برنامه یا نه؟ من دارم میخواد بیشتر در اون قسمت موزیک کشو بیشتر کنه، موسیقی با. یعنی به صورت هدفمندتر، چه میدونم اصلا هر هفته یه گروه موسیقی رو معرفی بکنه، سبکای موسیقی و اینجور چیزا. بسیار خوب، ممنونم از تماس فرهنگ، خوشحال شدم. خواهش میکنم. روی میخوای شما هم چند مورد بگو بعد بچه ها با هم جواب بدم. حتما. قبل از اینکه بگی، من اصلا صدای بچه ها رو که زنگ زدن نشنیدم متاسفانه. او پس فکر میکنم که از اتاق فرمان باید این رو کمک بکنم، مشکل رو حل بکنم، ولی خب من سعی میکنم یه چکیده ای ازش رو بگم. ماندانا شنیدی شما؟ بله من شنیدم. بسیار خب، من پس برات میگم. وحید گفته که چرا از اسطوره‌های موسیقی راک دهه 70 برنامه نمیسازین، چرا اونا رو معرفی نمیکنین؟ اونا هم این خواسته وحید بوده. و رضا گفت اگه فونت فارسی مورد استفاده در برنامه‌تون رو عوض کنین خیلی بهتر میشه. و شهرام هم گفته که این آخرین خیلی خوبه، شما در آخرین دستاوردهای سینما رو میگید و بهش میپردازین. خیلی تشکر کرده و مخصوصا از بهنام تشکر کرده که سینما رو داره میشناسونه. و کاربری هم خواسته ساعت پخش برنامه رو تغییر بدین چون خیلی دیر وقت و صبح خواب میمونه. خب اون بخش موسیقی رو که گفتین بهنام خیلی پوشش میده، همینطور ماندانا. پنج تا مواردی که مطرح شد، یکی در مورد سبک حرف زدن و اینها بودین که شاید در سبک محاوره‌ای که صحبت می‌کنی خیلی دستور زبان فارسی رعایت نمیشه و اینجور که البته این مخاطب برنامه تماس گرفته بود پارسی میگفت، اما یکی در مورد این بود، یکی در مورد ظاهراً صفحه فیسبوکتون بودین که در فیسبوک شباهنگ، من نمیدونم شما عکسی رو گذاشتین یا من همین من گفتن که یه موردی از آقای خامنه‌ای ظاهراً عکسی گذاشتین که به نظر اون مخاطبی که تماس گرفته بود، اسمش رو الان یادم نیست، ولی فرهنگ این رو نگفت. فرهنگ درباره بله مهرداد بود، درسته، مهرداد از تهران تماس گرفته بود، اون مسئله رو بهش اشاره کرده بود، فکر میکرد به نظرش مناسب نیست. خب البته نظرها هم متفاوت هست. ولی در مورد یه پیشنهادی رو فرهنگ مطرح کرده بودین که بیشتر در مورد موسیقی و اینها کار بکنه، که فکر میکنم این کار رو انجام میدین، درسته؟ در برنامه فرهنگ البته فکرم گفت فرهنگ بود یا وحید بود که تو فیسبوک گفت موسیقی قدیمی، درسته، دهه 70. هر دوش خیلی جالبه. موسیقی های جدیدی کمی سختشون کپی رایت دارن و ما نمیتونیم مثلا هر چی که دوست داریم بذاریم، ما یه منابع خاصی داریم که میتونیم فقط از اونها استفاده کنیم. درست میگم؟ فکر می‌کنم این محدودیتایی که شما دارین برای پخش موسیقی، ولی مثلا یه گزارش کوتاه داریم هر شنبه که 10 ترانه برتر هفته رو اونجا میذاریم که مثلا اونم باز همه ترانه رو نمیتونیم ولی بخشی از ترانه رو، و بعد توی فیسبوک ترانه شماره 1 رو من گاهی وقت خودم میذارم و میگم که اگه دوست دارین گوش بدین میتونین برین تو فیسبوک ببینید، چون اونجا دیگه محدودیت نداره. در مورد با آهنگای قدیمی اتفاقا خیلی ایده خوبیه. بعد روزای شنبه که من قراره باشم میخوام چند تا چیز جدید رو امتحان کنیم که اگه اون وقت طرفدار داشت بیشترش بکنیم. یکیش همین ترانه ها و فیلم های قبل از دهه 70، یعنی چیزای کلاسیک که مثلا به نسل جوان معرفی کنیم که اگه الان بیننده ها میتونن نظر بدن. ایرانی یا کلا دهه 70 غرب؟ البته یه بخش ایرانی هم دوست داریم، مثلا داخل ایران فیلم موسیقی هم جدید هم قدیمی که بیشتر یکم گسترش بدیم تو شباهنگ. من خودم زیاد بیشتر خودم با موسیقی و فیلم غرب آشنا هستم چون بیشتر عمرم رو خارج از ایران بودم، ولی فکر کنم خیلی جالب باشه برای بیننده هامون. حتما همین هم اتفاقا من می‌خواستم بپرسم که علایق خود شماها چیه؟ حالا به هر حال یه برنامه است و شما قسمت‌های مختلفش رو اجرا می‌کنین، گزارش‌های مختلف می‌سازین، ولی هر کسی به هر حال برای خودش یک علایقی داره که بیشتر دوست داره درباره اونها کار بکنه. اگه اجازه بدین چند تا تلفن بگیریم بعد به اون هم بپردازیم، با توجه به اینکه وقت محدودی رو با ما هستین. یه فکر می‌کنم 10 دقیقه دیگه باید بریم برای برنامه. هنوزم صدا رو پریسا صدا رو نداره، اگه همکارانم بتونن مشکل
رو برطرف بکنه. اما مجید و کمال، مجید از تهران، مجید درباره برنامه شب‌آهنگ چی فکر می‌کنی؟ انتقادی داری؟ پیشنهادی داری؟ موضوعی رو فکر می‌کنی باید در برنامه مطرح بشه و نمیشه؟ بگو. به شما بذاری. من خوبه دفعه؟ بله بله. به شما تشکر میکنم از همکاران عزیزم که به من نوبت دادن با این که نوبتم نبود و صحبت بکنم. مسئله ای که من در باره شب‌آهنگ داشتم این که با مدیریت جدید خانم درخشش من انتظار دارم که یه مقدار بحث به هر حال نوگرایی و جوانگرایی در تلویزیون مقدار بیشتر بشه. نگاه کنید برنامه شب‌آهنگ برنامه هنریه که به نظر بنده، حالا این آقا میگه که مثلا صدای آمریکا یه طرفه صحبت کرد، مثلا هیچ رسانه‌ای نمیتونه بی طرف باشه، باید این طرف باشه. ما برای تبدیل آزادی به ایران از طرف شما و برای آزاد ساختن ایران نیاز به یک چیز ساختاری داریم. من خواهش میکنم درباره شب‌آهنگ صحبت بکنیم، برای اینکه خیلی ها روی خط هستن و میخوایم نظرات همه شنیده بشه. اما اینکه بخوایم درباره اینکه بی‌طرفی و یا اینکه در مورد ما بارها گفتیم رسانه اینکه بخواد کاری انجام بشه از طریق صدای آمریکا باشه، اجازه بده به اون طرف نریم و در مورد فقط برنامه شب‌آهنگ صحبت کنیم. من درباره شب‌آهنگ خواستم همینو بگم که بیرساخت‌های فرهنگی ما میتونه شب‌آهنگ یه جورایی تجدید بنا کنه با این بحث از موسیقی‌ها، سینمایی که میتونه به داخل ایران معرفی کنه. به نظر من در معرفی و ترویج فرهنگ آمریکا و ایرانیان خارج کشور در داخل ایران خیلی میتونه نقش داشته باشه و به نظر من این مقدار باید قوی‌تر کار کنه. در باره بحث هنریش هم گفت کنه برنامه هنری و به هر حال جوان گرا هستیم، برنامه اگه بشه از مجریهای به قولی به هر حال شایسته‌تر و زیباتر مثل خانم لوناشاد قدیم. مجید خواهش میکنم که اجازه بدید برنامه رو مسیرش رو به جای دیگه نبریم. البته شما نظرتون، هر کسی نظر خاص خودش رو داره، اما من میخوام خواهش بکنم که کسانی که در مورد برنامه تماس میگیرند، من با مجید اگه اجازه بدید خدافظی بکنم. من نمیدونم همکارانم ظاهرا تو اتاق فرمان سرشون شلوغه، اما کمال شما چی فکر میکنید در مورد برنامه روی برنامه شب‌آهنگ؟ من از بکنم خدمت شما، امیدوارم که صدای من واضح باشه. آیا اینطوره؟ بله. بسیار خوب. خانم ندیری، من زیاد وقتتون رو نمیگیرم، زنگ زدم از این که بگم که برنامه شب‌آهنگ بسیار برنامه جالبی است. گرچه گاهی اوقات به بعضی شبها حوصله ما رو سر میبره چون موضوعی که مورد توجه من باشه نداره، ولی خب در کل خب اون تنوع و اون ورایتی از مطالب رو که در برنامه شب‌آهنگ هست رو خیلی میپسندم. ای کاش یک سیستم دسته‌بندی و کلاسیفیکیشنی از برنامه‌ها قبل از اینکه قرار باشه پخش بشه در برنامه‌های قبلی انانس بشه که آقا قرار امشب راجع به چی صحبت کنیم، که آیا اگر خوشایند من باشه وقت بذارم و نگاه کنم. بله. اما گله دیگه‌ای که خانم ندیری، من به یک از گله‌هایی که من به برنامه شب‌آهنگ چه ارزش دارم در اکثر برنامه‌های صدای آمریکا دارم اینه که یه مجری بعد از اینکه یه مدتی ما بهش عادت می‌کنیم یه دفعه دیسپیر میشه از برنامه‌ها و بدون اعلام قبلی ما نمی‌دونیم کجا رفته. مثلا یک مجری خیلی مورد علاقه من خانم لونا شات بود، حالا من نمیدونم اصلا ایشون یک دفعه دیسپیر شدن و هیچ اطلاعی هم جالبه که نمیدید که اصلا مثلا فرض کنید که این مجری کجا رفت، چی شد، چرا دیگه نمیاد رو برنامه. البته معمولا رسانه ها کمال این کار نمیکنن، اما حالا خوشبختانه این شبکه های اجتماعی هست، هر کدوم از مجری ها خودشون صفحات فیسبوک خودشون رو دارن و حتی در توییتر فعال هستن. از اون طریق اون کسی که علاقمند باشه بدونه که چه اتفاقی افتاده میتونه بره از خود اون شخص بپرسه. شما من میدونم لونا صفحه فیسبوک داره، میتونید برید اونجا و مطرح بکنید این مواردی رو که میگین. این شخص تیپیکالی که من اسمشو بردم خانم لونا شاد، گویا این اسم مستعارشون بود و اسم واقعیشون نبود، چون من خیلی مدتی بعد از اینکه ایشون رفتن من خیلی سرچ کردم که بدونم آقا چه اتفاقی افتاده. یا مثلا فرض کنید بعضی از برنامه‌هاتون حتی یه دفعه مثلا از بین رفت، من نمیدونم چی این طرحو داد که برنامه‌ای مثلا فرض کنید به خوبی تفسیر خبر از بین بره. یا مثلا فرض کنید کمال من خواهش می‌کنم برگردیم به برنامه شب‌آهنگ و اینم خیلی کوتاه به ما بگو که کدوم قسمتش بیشتر مورد توجهت در برنامه شب‌آهنگ.
قسمت های مختلف داره دیگه. من بیشتر قسمت هایی که راجع به اخبار سیاسی صحبت میکنن و معرفی وبسایت ها و کتاب های جدید رو من خیلی دوست دارم. به اضافه اون آخرش که جناب آقای بهنام میان راجع به فیلم ها اطلاعات خوبی میدن. ممنونم کمال هستم. متشکرم. دو تا پیشنهاد دیگه دادن بهتون، گفتن یکی در مورد موسیقی محلی چرا صحبت نمی کنید و اینکه برنامه بسازی موسیقی محلی ایرانو به مردم بشناسونیم بیشتر، و اینکه گفتن چرا خواننده هایی که از دنیا رفتن رو پروفایلشون رو نمی سازین، زندگی نامشون نمی سازین. اشاره کردن به ناصر عبداللهی، گفتن که نه تنها خواننده های قدیمی، خواننده های جدیدی هم که هم داخل ایران بودن یا خارج از ایران بودن، در مورد زندگیشون اگر گزارش بسازین و اینکه زندگیشون معرفی کنین برنامه جذاب میشه. این پیشنهادایی بود که براتون شده بود. و همطور فرشته گفته که از بینندگان پروپا قرصتونه و گفته اما یه سوال داره، معیارتون برای انتخاب خواننده ها به خصوص خواننده های اعتراضی چه گزینه هایی هستش؟ خب راجع به هنرمندان داخل ایران، ما خیلی محدود هست این قضیه، یعنی ما اصلا دسترسی نداریم به فیلم ها یا موزیک ویدیو ها، یا کلن خیلی برامون سخته که بخوایم سورسار پیدا کنیم، حتی به خودشون بخوایم مصاحبه بکنیم. البته ناصر عبداللهی که از دنیا رفته این در این دنیا نیست اگه بخوایم باشون مصاحبه کنیم، و ما کلن خیلی سخته، خیلی، یعنی ما بارها تصمیم گرفتیم، بارها جلسه گذاشتیم، نشستیم و تصمیم گرفتیم که برنامه درست بکنیم، برنامه هنری راجع به داخل ایران، اما متاسفانه با محدودیت هایی که داریم هنوز نتونستیم کارو شروع بکنیم، اما داریم سعی خودمون رو میکنیم. راجب البته من متاسفانه گفتم صدای دوستان رو نشنیدم، اما راجب اون دوستمون که گفتن که ما محاوره ای صحبت میکنیم در برنامه، من فکر کنم که خب این برنامه یک برنامه فرهنگی هنری هست و این برنامه مال جوان هاست و نباید خیلی جدی و رسمی بخوایم صحبت بکنیم، باید خیلی صمیمی تر باشه طرز صحبتمون که بتونیم راحت تر با جوان ها ارتباط برقرار بکنیم، و به همین دلیل از زبان محاوره استفاده می‌کنیم. 100%. خب ما چند دقیقه بیشتر وقت نداریم، من می‌دونم شما باید بریم آماده بشین برای برنامه، هر دوتون در برنامه خواهید بود، اما درباره اینکه خودتون بیشتر دوست دارین که چه گزارش‌هایی رو تهیه بکنید، علاقه شخصیتون روی چیه، در مورد اونم یکم برامون بگید. اول پس مانها، من اول در رابطه با همین موسیقی داخل ایران بگم که سعی میکنیم و گاهی وقتا هم پخش میکنیم، پریسا راست میگه خیلی سخته که بتونیم دسترسی پیدا کنیم، مصاحبه بکنیم، ولی گاهی وقتا میتونیم و این گزارش ها رو پخش میکنیم. من خودم به فیلم و موسیقی خیلی علاقه دارم، خبرهای چهره های معروف اونقدر دنبال نمی کنم، ولی بعضی خیلی علاقه دارم، بعضی هم خیلی انتقاد می کنم، میگن که سطح خبراتو میاره پایین، که مثلا به قول معروف خالی زنکیه، مثلا چرا خبر این بچه دار شد من ازدواج کرد، ولی بعضی ها دوست دارم، برای همین سعی می کنم خیلی چیزای مختلف رو با هم دیگه توی یه گزارش بذارم. اون یکی که از شاید جنجالی ترین حاشیه های دنیای هنر باشه که همه دوست دارن بدونن که چی میگذره، هر فردی زندگی شخصیش چطوریه و بله، بعد خیلی وقتا هم توی فیسبوک میذارم این خبر رو، مثلا خیلی بعدشون میاد میگن مثلا این چیه، اصلا کسی براش مهم نیست تو ایران، مثلا این هم مشکل هست، که واقعا موافقم، ولی بعضی هم دوست دارن، گاهی وقتا هم خیلی استقبال میشه، مثلا چند وقت پیش عکس انجلینا جولی رو گوشم و گفتم که گفته شاید دیگه نخواد توی فیلم بازی کنه و خیلی اومده بودن نظر داده بودن. کدوم کاری که انجام دادی خیلی مورد توجه قرار گرفت؟ من خودم اسکار سال پیش رو خیلی دوست داشتم، همه با هم همکاری کردیم، بهنوت که رفت لس آنجلس و ما هم از اینجا سعی کردیم که پوشش بدیم اسکار رو، فکر میکنم هم بیننده ها دوست داشتم، خود ما خیلی لذت بردیم از اجراش. خب پریسا، شما قبل از اینکه وقت ما تموم بشه، من اول تشکر میکنم از بچه های شباهنگ، شبنم و مانا هستن که تهیه کننده برنامه هستن، خیلی زحمت میکشن، خیلی از موزیک ویدیوهایی که شما میبینید شبنم و مانا انتخاب میکنن برای آخر برنامه. بچه های دیگه امید، اصحابک و نازنین هستن، اینها هم ترجمه میکنن، هم تدوینگرن، هم هماهنگ کننده برنامه هستن، که از اونها هم تشکر میکنم. قسمت مورد علاقه من در شباهنگ قسمتی هستش که بهنام میاد راجع به فیلم صحبت میکنه، به نظر من خیلی جالبه و من خودم خیلی یاد میگیرم و از حرفاش لذت میبرم، همینطور هر بار که ماندانه میاد در برنامه و خودش میدونه هر بار که داره از
خبر رو میخونه و میخواد بره بیرون، کلی ازش تشکر میکنه برای خبرهای جالبی که میاره، چون همه خبرها میبینم واقعا داغ داغ و تازه هست. و اینکه یه خواهشی دارم از بیننده ها و اونم اینه هستش که ما واقعا میخواییم بدونیم که شما چی میخواییم و بیننده ها چی دوست دارن، و خیلی دلمون میخواد که از طریق ایمیل، از طریق فیسبوک با ما در تماس باشن، با ما بگن چی میخوان. من بارها و بارها نظرشون خواستم، اما متاسفانه بیشتر راجع به مدل مو، لباس یا چیزای حاشیه‌ای نظر دادن. اما واقعا دوست داریم بدونیم چه موزیک ویدیوهایی دوست دارن، دوست دارن ما چه مهمونایی واقعا دعوت بکنیم در برنامه، و کلا تم برنامه چطوره. بسیار خوب. و میتونن همجور که گفتی برن روی فیسبوک شباهنگ بنویسن، در فیسبوک های خودتون میتونن، و همینطور براتون ایمیل بزنن و بگن که از شما چه انتظاری دارن و میخوان که تو برنامه چیا رو ببینن. ممنونم که وقتتون رو به ما دادید، اومدید. پریسا فرهادی و ماندانا تدکر، ممنون از دعوتتون. خواهش میکنم. اما ما بیننده تریبون آزاد برنامه روی خط هستین. آرشام از بلژیک هست روی خط ما. سلام برشام. بله، با برنامه روی خط هستید و امشب شباهنگ روی خطه و الان هم بهنود مکری، یکی از مجریان برنامه شباهنگ. بهنود ممنونم از وقتت و حضور در برنامه. مرسی از شما که ما رو دعوت کردید. و رویای عزیز، به بیننده‌های خوب شما هم سلام میکنم و درود میفرستم. یه خبر خوبم براتون دارم. حتما. تا الان که من میومدم از بیرون، دنیا هنوز تموم نشده بود. اینه که امیدوار باشیم تا آخر همینجور بمونه. امیدواریم. البته ما خیلی هم منتظرش نبودیم. ولی تو فضای مجازی و اینترنت دقیقاً ما دیشب هم برنامه‌مون درباره همین بود. بنویسش دیدم. آره، من میخوام همون اول که اومدی، قبل از اینکه درباره مواردی که خودمون میخوایم صحبت بکنیم، این که چیکار میکنین توی شباهنگ، چجوری برنامه رو تهیه میکنی، با ببینیم رویا در فیسبوک چی داره. جزیره براشون پیغام گذاشته، گفته موزیک آخر برنامه رو چه کسی انتخاب میکنه. پریسا جواب داد، اما این سوالی بود که خیلی پرسیده بودن، یه سری راضی بودن یه سری راضی نبودن. بنو یه خورده در مورد موزیک بیشتر صحبت کن براشون. و اینکه رویا هم گفته برنامه‌تون خیلی دوست داره، خیلی برنامه‌تون رو می‌بینه، اما گفته بخش آشپزی توش بذارین و اینکه همچنین میتونی یه بخش تغذیه و سلامت بهش براش اضافه کنی که خیلی برنامه رو خوب می‌کنه. گفته که اگر آرم شروع برنامه‌ام تغییر بدیم، من از استدیو استفاده کنم که رنگ‌های شاد داشته باشه، مناسب تره برای برنامه‌تون. بسیار خب. بنو سلیقه‌ها متفاوته واقعا، مخصوصا در دنیای هنر. بله، واقعا که سلیقه‌ها خیلی متفاوته و همه چی سلیقه‌ایه. شما این رو بگو که چطوری با این چالش روبرو میشین، این که چطوری سلیقه همه رو در نظر بگیرید و یه مجله هنری ارائه بدید که بله، بتونید مخاطبا رو راضی بکنید. کار واقعا سخت و دشواریه. شما در نظر بگیرید که ما خب مخاطبین زیادی در ایران داریم و همواره تلاش میکنیم که به سلیقه و نظر اونها احترام بذاریم، یعنی مسائل و اخبار و رویدادها ایران رو دنبال بکنیم. اما خب ظرف سالهای گذشته تعداد زیادی از ایرانیان هم بودن که به کشورهای مختلف رفتن، یا به اروپا رفتن، استرالیا یا حتی آمریکای شمالی، که
به تبع خب با توجه به زندگی که در اونجا دارن سلیقه‌شون فرق کرده، نظرات متفاوتی دارن، شاید یه مقدار راحت‌تر فکر کنن، مسائل رو گونه دیگری ببینن. یعنی توجه بکنید که ما باید برنامه‌ها رو به گونه‌ای تنظیم بکنیم که تمام این مخاطبین راضی باشن. یه مجله تلویزیونی که واقعاً گستره وسیع از بیننده‌ها رو در همه کشورهای جهان راضی بکنه، بیشتر منظورم فارسی زبان‌ها هست. سعیمون رو کردیم، قبول دارم کار دشواریه، قطعاً نمیتونیم همه رو راضی کنیم، بدون شک کم و کاستی هایی هم داره، ولی بیننده ها از ما قبول کنن که سعی و تلاشمون رو داریم میکنیم و بعدم هفت روز برنامه است و شما خب در روزهای مختلف میتونین سلیقه های دیگه ای رو هم در نظر بگیرید و برنامه مختلف داشته باشید. نکته همینه، اگه یه بیننده ای از یه برنامه یا یه قسمتی خوشش نمیاد، مثل یکی از مخاطبا که تماس گرفته بود مثلا، یا کسی رو که نظرش رو رویا خون، حالا این موزیک ویدیو رو ممکنه دوست نداشته باشه، اما شاید فردا یه موزیک ویدیوی دیگه پخش بکنید که اونا دوست داشته باشن. اتفاقا رو میخوام بگم، یکی از خوبی‌ها یا محاسن کار گروهی اینه که به هر حال همه آزاد هستن نظر بدن و شرکت بکنن. الان با بچه‌ها شما صحبت می‌کردید، ماندانا و پریسا، من اومدم اینجا، به هر حال ما هم فکری خودمون رو داریم، جلساتی می‌ذاریم که اون انسجام و چارچوب کلی برنامه تنظیم بشه. اما شما تو روزایی که هر کدوم از همکارا و من هستم و مجری هستیم، به هر حال تفاوت‌هایی رو حس می‌کنین. یعنی هر کدوم از ما با توجه به اون سلیقه‌ای که داریم، زمینه پیشینه یا احساسی که داریم نسبت به برنامه، سعی می‌کنیم اون سیگنچر یا به اصطلاح مارک خودمون رو تو برنامه داشته باشیم که این مشخصه تو انتخاب ویدیوها، انتخاب گزارش‌ها و در این حال که اون پیوستگی کل برنامه وجود داره، ولی هر روز خب مشخصات و ویژگی‌های خودش رو داره که شامل موزیک ویدیو هم میتونه باشه. شاید من بعضی روزا موزیک ویدیو غربی رو ترجیح بدم یا از یه موسیقی ایرانی خوشم بیاد. به تبع ماندانا و پریسا این آزادی رو دارن که در اون هیته کلی برنامه این کار رو انجام بدن و اون چیزی که مناسب میدونن بذارن. بسیار هم عالی. باز برمیگردیم، اجازه بده ببینیم سارا و امیر محمد روی خط هستن درباره برنامه شباهنگ چی فکر میکنن. سارا از تهران شما اول بگو. الو بفهمید. الو سلام، وقت شما بخیر. خسته نباشی. من قبل از هر چیز از برنامه خوب شما، این برنامه روی خط، بسیار تشکر میکنم. خیلی خوب اجرا میکنه، خیلی متشکرم. و در مورد این برنامه شباهنگ، واقعا برنامه شباهنگ خیلی خوبه. آقای بهنوز زحمت میکشن، پریسا خانم، ماندانا خانم زحمت میکشن، واقعا خوبه. و میخواستم از کنم متاسفانه پریسا خانم و ماندانا خانم الان تشریف بردن. دیروز برنامه شباهنگ خیلی عالی بود، خیلی عالی. یعنی امروز که جمعه بود تو خونه نشسته بودم، من 3 بار نگاه کردم. من بهشون میگم حتما، من بهشون خبر میدم. بله، شما خیلی خوشتون اومد. بله و از شما متشکرم آقای مکی، واقعا خیلی اجرای خوبی دارید. خیلی واقعا اجرای خوبی دارید. نه من دوست دارم، یعنی امروز واقعا که جمعه بود 3 بار نشستم بازپخشش رو نگاه کردم. هر روز برنامه روی خستم میبینم، شرکت هم میکنم. هیوزم در مورد این برنامه چاقی نابود تونم بحث شرکت کردم. من یه خواهشی که داشتم، خواهش بود، یه پیشنهاد بود، موسیقی که مثلا شما پخش میکنید اونو هر کسی، مثلا یکی خارجی دوسته، یکی ایرانی، حتی در امکان موسیقی های اصیل خودمونم پخش کنید اگه امکانش باشه. از کانال های خودمونم مثلا دعوت کنید بیان، مثلا راجبه مثلا کنسرت هاشون مثلا اجرا کنن. یکی هم اگه امکانش هست مثلا در مورد طراحان لباس مثلا بیشتر برنامه بذارید، که من طراحان لباس های کشورهای خارجی هم بشناسم. بسیار خیلی ممنون سارا، پیشنهاداتتون رو شنیدم. خیلی عالی. بله بله قطعا. من فقط راجع به موسیقی سنتی توضیحی بدم که ما خیلی دوست داریم که از هنرمندانی که در این زمینه کار میکنن دعوت کنیم در برنامه شرکت کنن، یا قسمتهایی از کنسرتاشون یا ویدیوهایی که دارن پخش بکنیم. گهگداری هم این کار رو انجام دادیم. یه مسئله هست که دستبال ما رو یه مقدار میبنده و اون کیفیت بد ویدیوهایی که در این رابطه وجود داره، چون خیلی از این ویدیوها صحنه های مختلف کنسرت هایی است که در گوشه و کنار جهان برگزار شده. متاسفانه خب در ایران محدودیت های زیادیه که خیلی از هنرمندا اونجا نمیتونن کار کنن، و این ویدیوهایی که در خارج از ایران تهیه شده، چون مصرف تجاری نداشته و به نیت این تهیه نشده که در تلویزیون پخش بشه، اون کیفیت لازم و کافی رو واسه پخش تلویزیونی نداره و
خب به هر حال پخش اون از یه شبکه مثل صدای آمریکا که به هر حال معیارایی داره شاید از خیلی از تلویزیون‌ها بیشتر و بهتر، یه مقدار دردسرسازه و خب با تایید مدیریت مواجه نشده. من همینجا اعلام می‌کنم بچه‌های سنتی، هنرمندانی که کار می‌کنن موسیقی اصیل، اگه به این مسئله توجه بکنن، ویدیوهایی داشته باشن که یه مقدار کیفیتش خوب باشه، نه که 100% حرفه‌ای باشه و خیلی پرخرج و پرزرق و برق، ولی در حدی باشه که از تلویزیون بشه پخش بشه، ما خوشحال میشیم که قطعا این کارو بکنیم. بسیار عالی. محمد، امیر محمد از تهران. امیر محمد، شما درباره شباهنگ چی فکر می‌کنید؟ با درود شما، من تشکر می‌کنم از برنامه خوب روی خط و شباهنگ. دو تا مطلب رو اگر اجازه بدید من عرض کنم. یکی این که من شخصا 3-4 ماهی که دارم شباهنگ رو پیگیری میکنم میبینم، و اینکه به هیچ عنوان به فیسبوک جواب نمیدن، نه خانم ارماندان، نه خانم پریسا و نه آقای بهنود مجری، به هیچ عنوان. یعنی من شاید بیش از 70 بار پیام گذاشتم، ولی ای کاش که یک دونه رو جواب میدادن، ولی من ناامید نشدم و همچنان ادامه میدم و انتقاد میکنم، پیشنهاد میدم، چون واقعا برنامه میتونه برنامه خوبی باشه به شرط اینکه به پیام ها جواب بدن. دو اینکه من احساس میکنم اون تیم تهیه کنندگی این برنامه یه مقدار سلیقه‌ای نسبت به سلیقه خودشون عمل میکنن، در صورتی که برنامه‌ای که پر مخاطبه باید به سلیقه مخاطب عمل کردیه. مثلا بعضی از بحث‌ها به صورت زنجیره‌ای نیست، بعضی از بحث‌ها میتونه چند شب پشت سر هم ادامه داشته باشه، ولی متاسفانه نداره. یعنی تو یک شب تعطیل میشه، برنامه تمام میشه. ولی خب یه مطلب دیگه که من دوست دارم اینو عرض کنم بگم، اینکه تنها مطلبی که من دیدم که بارها بارها توی شباهنگ تکرار شد، همین برنامه، یه برنامه بود در مورد همجنسگرایی که من فکر کنم متناسب با مجریانش بود. می‌خواستم ببینم این هست چنین چیزی یا مجریان این برنامه همجنسگران یا نه. خب این سوال خیلی شخصی امیر محمد، ولی ممنونم از نکاتی که مطرح کردی. باز بریم به فیسبوک رو برگردیم، به چون بهنود جواب همه یه دفعه جمع بشه، چون اگه تک تک بخوایم جواب بدیم شاید فرصت برنامه اجازه ندیم. بهنود پرسیدن، اولا تشکر کردم برای مستند شاهین نجفی و گفتن که چرا فقط به رپ های اعتراضی پرداختی، به رپ های دیگه مثل یاس نپرداختی یا رپ های کلاسیک و بیشتر چرا بهش نمیپردازین. و یه سوال دیگه هم داشت شاهین که گفته بود چرا در فرش قرمز فیلم‌های معروف و گزارشگری نمی‌کنید. این فرش قرمز هم سوالی بود که خیلی ازش می‌پرسن که آیا میرید نمیرید، و اینکه چرا وقتی میرید فیلم‌های معروف و گزارشگری نمی‌کنید. سوالی بود که پرسیده شده. خب من از رپ اعتراضی شروع بکنم. به هر حال تصور اینه که خیلی از خواننده‌هایی که در زمینه رپ اعتراضی کار می‌کنن در ایران زندگی می‌کنن. حالا نمونه‌های مختلفی هم میشه گفت و اسامی زیادی وجود داره. یه مسئله ای که هست، خیلی از این هنرمندان رپ اعتراضی یا به صورت کلی خواننده‌های جوانی که در ایران هستن، باز هم به همون مسئله ویدیو برمیگردیم. موزیک ویدیوهایی ندارن که با استانداردهای ما همخوانی داشته باشه. در خیلی از موارد فقط حتی آهنگ یا ترانه برای ما میفرستن که ما نمیتونیم برای آهنگ یا ترانه‌ای که شما میفرستین کلیپ بسازیم یا مثل بقیه تلویزیون‌ها روش عکس‌های مختلف بذاریم. با قوانین ما سازگار نیست. پس به تبع شما باید حتما موزیک ویدیویی داشته باشید. باز تاکید میکنم نباید خیلی پرخرج باشه، نباید خیلی ویدیوی آنچنانی باشه، ولی تصویری که ما بتونیم از تلویزیون پخش بکنیم. حالا چه خواننده های اعتراضی باشن، چه کسایی که ترانه های عاشقانه میخونن و سبکای دیگه، ما احتیاج داریم که حتما ویدیو یا تصویر داشته باشیم. یه سری از دوستانی هم در ایران هستن فعالیت میکنن، شما اشاره کردید، نام بردید، اینا مایل نیستن کاراشون در صدای آمریکا پخش بشه. دلایل مختلفی دارن، چون در ایران کار میکنن به تبع شاید نگران مشکلاتی باشن، محدودیت هایی که اونجا براشون پیش بیاد. ما هم همواره احترام گذاشتیم. من چند بار خودم شخصا با چند نفر از این هنرمندا تماس گرفتم، گفتم ما علاقمند هستیم شما رو حمایت بکنیم کارتون پخش بشه، که خیلی هم تشکر کردن، سپاسگزار بودن، ولی گفتن برای ما اینجا مشکل پیش میاد. و به تبع خب ما هم خواستیم احترام بذاریم به خواسته اونها و این کار رو نکردیم. یعنی همواره ما دنبال خبر و خواننده و سوژه و این چیزا هستیم، ولی خب شرایط ایران متفاوته. یه مقدار مسائل و مشکلات خاصی ممکنه از طرف حکومت و دولت باشه که ما هم نمیخوایم این هنرمندا بهشون ضربه بخوره یا دچار مشکل بشن. ولی باز تاکید میکنم برای ما اگه ویدیو بفرستن تصاویر خوبی باشه،
ما خوشحال میشیم پخش بکنیم، چه اعتراضی باشه، چه هنری باشه، یه سبکای دیگه، قطعا شباهنگ اونها رو حمایت میکنه و فرصت رو بهشون میده. ولی اینطوری نیست که شما برنامه‌ای داشته باشید که از یک سبک خاص حمایت بکنید، اینطوره؟ نه به هیچ عنوان، چون شباهنگ همونجور که متوجه شدید یه مجله هنری، ما تاکید خاصی روی یه سبک یا یه ژانر مشخص هنری نداریم. سعی میکنیم فیلم داشته باشیم، سینما داشته باشیم، انیمیشن، فشن، مد، تازه های هنر نقاشی و موسیقی هم بخشی از اونه که به طب ما به شاخه های مختلفش میپردازیم، ولی هیچ وقت نیومدیم فقط یه شاخه یا یه فرد مشخص رو حمایت کنیم و برنامه های مخصوص و ویژه برای اون بسازیم. بسیار خوب، به نظر آقای نوربخش و همینطور محمد رضا رو میشنویم. آقای نوربخش بفرمایید. درود بر شما و تمام برنامه‌گذاران صدای امریکا. البته من زنگ نزدم که انتقادی بکنم، که واقعا صدای امریکا رو بهترین برنامه هستش که من همیشه تماشا میکنم و اسمش هم گذاشتم برنامه رنگ ها، چون از همه نمونه انتقادها و حتی به نفع کسی هم صحبت نمی کنه. این برنامه تلویزیونی بسیار جالب هستش، خبرهاش روی خطش و شباهنگ به قول آقای مکری نمیشه تقاضای هر کسی رو تک تک، یا مثلا من دوست دارم اینجوری باشه، میلیون ها نفر میخوان اینجوری باشه اونجوری باشه. خب این بهتر اینه که همینجوری که برنامه پیش داره میره به نظر من ادامه پیدا کنه. فقط این که تنها چیزی که وجود داره حالا مثلا سلیقه‌ای باشه، یه مقدار تغییر مثلا توی خواننده‌های ایرانی یا هنرمندای ایرانی یا مثلا اونایی که در خارج از کشور پیشرفت کردن اگر بیارن مثلا، خب جالب‌تره. و برای من صدای امریکا زیباترین برنامه‌ایه که می‌دیدم و سپاسگزارم از همه شما و درود من به تمامی برنامه‌گذاران صدای امریکا. سپاسگزارم، شب خوش. خواهش می‌کنم. همچنین محمود رضا، چی فکر می‌کنی درباره برنامه شباهنگ؟ شما عرض سلام دارم خدمت شما، همینطور خدمت همکارتون بهنود عزیزم و همینطور بینندگان برنامه شما. در رابطه با برنامه شباهنگ، اون قسمتی که مورد علاقه منه بر اساس خب علاقه و تخصص خودم، بیشتر برنامه‌هایی که بهنود عزیز به خصوص راجع به ورزش برنامه می‌سازن خیلی بیشتر برام جذابه و تماشا می‌کنم. خدمت شما عرض بکنم اساساً یک انتقادی که میتونم به طور کلی به صدای آمریکا داشته باشم به برنامه شباهنگ رو بگو محمود رضا. چشم، حالا چون اگه بخواییم صدای آمریکا رو بریم مطمئناً لیستت خیلی بلند بالاست و طولانی میشه. میخواییم فقط در مورد شباهنگ صحبت بکنیم، چون ورزشتون هم خیلی الان به من نمیخوره، چون من مدت هاست کار ورزشی نکردم دیگه، در شباهنگ بیشتر جذب فرهنگ و هنر شدیم به عبارتی. بله بله بهنود عزیز، نه نکتهش اینه که با هم ارتباط پیدا میکنه. در رابطه با عدم پاسخگویی همکاران شما در رابطه با ایمیل هایی که دریافت میکنن و جوابگو نیستن، اما بهنود عزیز اتفاقا شما در روز برگزاری المپیک برنامه رو برگزار کردید در خصوص به اصطلاح نتایج تیم ایران توی المپیک. و ببینید حالا قبل از برگزاری المپیک هم همینطور برنامه داشتید روی هم رفته، محدودیت دعوت از تعداد کارشناس های محدود باعث میشه که من فکر میکنم امکان این رو نداشته باشه که افراد به زبان تخصص اون رشته، حالا من رشته خودم کشتیه، مثلا وقتی کارشناسی رو که شما دعوت میکنید میاد توی برنامه میگه که به فرض در رابطه با کشتی آزاد ورزشکارای ما دچار سندروم بیش تمرینی بودن، خب این یک موضوع کاملا علمیه، یعنی یک ورزشکار یک تخصص بدنسازی رو باید کسی داشته باشه و بتونه این رو ثابت بکنه، در حالی که به طور واقعی مسئله نبود. باید دست علی امادی رو بگیریم بیاریم پایین، خیلی داره ورزشی میشه. انتقاد تو فکر میکنم که بهنود شنید، اگه اجازه بدی خیلی ها روی خط هستن منتظرن که صحبت بکنن و نظرشون رو بگن، اما باز ببینیم که هر وقت شما بعد اون پیام ها رو گفتید دو تا نکته هست هر موقع سلا بدونیم بعد توضیح حتما من میخوام یه خورده با هم جمع بشه که بتونیم
خلاصه تر بریم و به همه نظرات مطرح بشه. رویا، این سوال رو من از بین دوباره در مورد ویدیو کلیپ ها گفتن که چرا ویدیوهایی که پخش میکنین بعضیاش تصاویری داره که مناسب خانواده نیست و بچه ها اینا میبینن. البته من نمیدونم چرا اون موقع شب بچه ها بیدارن، اما خب به هر حال گفتن بچه ها میبینن و چرا از این ویدیوها استفاده میکنین و کی اینا رو انتخاب میکنه؟ نکته خوبیه این هم. این رو من به صورت کلی توضیح بدم. اصولا صدای آمریکا یک سازمانی است که میتونیم بگیم محافظه کاره، یعنی خیلی قوانین و مقررات خاصی در این زمینه داره که سعی میکنن تصاویری که درش برهنگی وجود داره یا به هر حال تصاویری که مناسب خانواده ها نیست، حالا از هر لحاظی استانداردهایی که معمولا شبکه‌های خبری دنبال دقیقاً یعنی دیگه. در این زمینه خیلی تاکید دارم و اینها به شدت روی موضوع حساس هستن، به دقت هم بررسی میشه این مسئله. این از نظر چارچوب کلی سازمان صدای آمریکا. خود ما هم در بخش فارسی به هر حال به خیلی از مسائل توجه میکنیم با توجه به فرهنگی که در ایران وجود داره و ارزش‌هایی که خانواده ها دارن. تایید میکنیم که ارزش‌ها متفاوته، افراد باورهای گوناگونی دارن و خب از نظر خانوادگی قطعاً ارزش‌هاشون هم متفاوته که در هر زمینه‌ای باشه از نظر من به شخص قابل احترامه و هیچ مشکلی نداره. ولی خب این رو توضیح دادم که از دو کانال یا مجرای مختلف این را بررسی میشه. یکی اون قسمتی که خود مدیران صدای آمریکا هستن، یکی قسمتی که مدیران بخش فارسی هستن. پس هر چیزی که در برنامه‌های ما پخش میشه از این دو کانال رد شده، مورد تایید مدیریت قرار گرفته و از نظر اونها مشکلی برای پخش نداره. اما خب این یه برنامه هنری هست، به اصطلاح از نظر انگلیسی انترتینمنت. ما موسیقی داریم، سینما داریم، فشن هست، مد و تازه‌های هنر هست. تأکید میکنید که یه مقدار خب ممکنه بعضی وقتا تصاویری باشه، لباسهایی که در برنامه‌های مد و فشن نشون میدن احتمالاً بازتره، یا بعضی موزیک ویدیوها که خواننده‌های غربی تهیه میکنن ممکنه یه مقدار صحنه‌های خاصی توش وجود داشته باشه که از نظر مخاطب ایرانی بعضی از اونها چندان مناسب نباشه. ولی خب چون از دو قسمت مجزا تایید شده ما اینا رو پخش میکنیم. تلاشمون اینه که همواره به این مسئله توجه بکنیم. ولی خود خانواده ها اگر یه مقدار ارزشاشون متفاوته، دوست دارن برفرض بچه هاشون هر چیزی رو نگاه نکنن، دیگه یه مقدار از نظر شخصی خودشون مواظب به این مسئله باشن. اگر احیانا با همه این توضیحات که من دادم شما یه ویدیوی دیدین یا گزارشی بود که از نظر خودتون و خانواده خودتون شاید مقداری نامناسب باشه، دیگه اونجا خودتون باید اقدام بله بکنید. بله، اونجا دیگه ریموت دست هر کسی میتونه عوض بکنه و مجبور نیستن نگاه بکنم. بله واقعا همینطوره. حالا نظر صبحان و احسان رو خیلی کوتاه بشنویم. صبحان، درباره برنامه شباهنگ چی فکر می‌کنی؟ انتقاد و پیشنهادی اگه داری بگو. با درود به شما و تمامی همکاران. من واقعیتش برنامه رو داشتم می‌دیدم و لذت می‌بردم و یه لحظه دو تا خاطره تو ذهنم اومد. یکی اینکه امیدوارم یه وقتی باشه که پایان برنامه که آقای مکری و دوستانشون را شما بتونید سوالاتی که مردم اومدن پرسیدن رو جواب بدید. و یه مطلبی دیگه هم که در مورد همین مطلب آخری که آقای مکری توضیح دادن، من خواستم بگم که این آقا بگم که بالاخره صدای آمریکا، شبکه صدای آمریکا و برنامه‌هاش که شبکه آزاده و ما نمیتونیم توقع داشته باشیم که هر کوچکترین تصویری رو توی اون شبکه نشون ندن و اگر هم نشون بدن بیان اینجوری انتخاب کنیم. یه مطلب دیگه این که مخاطب اینو بگم میکنم. خب صبحان، بله متاسفانه میخواست بحث رو منحرف بکنه، اجازه بده ببینیم احسان چی فکر میکنه از ایران. احسان اگر روی خط هستی نظرت رو درباره برنامه شباهنگ بگو. سلام. سلام. احسان صدا خوب پخش نمیشه. باز برگردیم به فیسبوک و البته صبحان داشت میگفت اگه به سوال ها جواب بده. من فکر کردم ما داریم به سوال ها جواب میدیم. نکاتی دارم، میخوام مسلسلوار الان اینا رو دونه دونه جواب بدم، ولی اگه نکته هست میخوایم اول باز هم سوال هست، اما فکر میکنم که سوال و سوال نیاد. اول راجع به پاسخگو بودن من یه نکته رو بگم. شما هم اشاره کردی همه ما صفحات شخصی خودمون رو داریم، ولی یه صفحه کلی هم هستش که همه رو در بر میگیره به اسم شباهنگ در فیسبوک.
و تقریبا ما سعی میکنیم تمام مطالبی که اونجا پست میشه یا پیام هایی که میفرستن یا پرسش هایی که هست بلافاصله جواب بدیم. شاید در بعضی موارد یکی دو روز تاخیر بیفته، ولی چون خود من حساسیت خاصی روی موضوع دارم قطعا میتونم بگم هیچ پرسشی بدون پاسخ نمونده. یعنی حتی اگه یه مطلب خیلی ساده و ابتدایی هم بوده، ولی من از اینجا که احترام میذارم به بیننده و دوست دارم حتما این حس رو در اونها به وجود بیارم که ما بها میدیم و پیگیر کارا هستیم و مطالبشون رو جواب میدیم، خودم از نظر شخصی بلا فاصله جواب دادم و نکاتی رو روشن کردم. میدونم همکاران خوبم هم قطعا همین کار رو میکنم و پاسخ میدم به پرسش هایی هست. این که گفتن 60-70 تا پیام فرستادیم و هیچ کدوم جواب داده نشده، خب به طب شاید یه مقدار کم لطفی میکنن این بیننده عزیز. اما دوستی گفتن که آیا ما همجنسگرا هستیم که در برنامه یک سری مهمانانی رو دعوت میکنیم یا فیلم های مستندی در این زمینه پخش میکنیم؟ به طب سوال شخصی هست، شاید ارتباطی به این بیننده نداشته باشه که همکاران چه تمایلات جنسی دارن. شما باید ملاکتون اون برنامه هایی باشه که ما تولید میکنیم. من خودم به شخص احترام میذارم به همجنسگرایان و فکر میکنم بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر اونها هم از حق برابر و مساوی برخوردارن. میدونیم مشکلات زیادی در ایران دارن، کم و کاستی های ناهنجاری هایی در جهان و از جمله در دقیقاً در ایران، و من خوشحال میشم اگر بتونم کاری در این برنامه انجام بدم، مصاحبه ای بکنم، گفتگو یا فیلمی پخش بکنیم که به یه نوعی بازو کننده مشکلات این گروه از ایرانیان باشه. و این رویه که در آینده ادامه خواهیم داد و هیچ ربطی به جنسیت ما یا تمایلاتمون نداره، رسالتی فکر می‌کنم به عنوان خبرنگار یا روزنامه‌نگار داریم. یه نکته هم هست راجع به خواننده‌ها و هنرمندای داخل ایران من صحبت کردم، می‌خوام راجع به لس آنجلس هم این رو توضیح بدم، چون خیلی از ما می‌پرسن که چرا بعضی از خواننده‌ها و هنرمندانی که در لس آنجلس زندگی می‌کنن در برنامه شباهنگ نیستن. ما سعی کردیم تو این سالا تقریبا همه رو دعوت کنیم، یعنی بدون اغراق کسی نبوده که ما بهش مراجعه نکرده باشیم یا دعوتش نکرده باشیم. یه نکته هست، هنرمند ساعت کاری یه مقدار متفاوتی دارن، یعنی شبا دیر میخوابن، صبح دیر از خواب بلند میشن. در همه جای دنیا همینجوری، به هر حال هر قشری شاید ساعت کار خاصی خودش رو داشته باشه. برنامه های صدای آمریکا به صورت زنده در لس آنجلس 10 و 11 صبح. خیلی از هنرمندا مشکل دارن با این موضوع، نمیتونن صبح زود بلند شن چون فاصله هام زیاده، یکی دو ساعت رانندگی کنن به فرض ساعت 10-11 صبح اونجا باشن، و خب ما به طب نمیتونیم با همه این گروه به صورت زنده و مستقیم مصاحبه کنیم. سعی کردیم برنامه های ضبط شده تهیه بکنیم، دوستانی که نمیتونن به صورت زنده در صدای آمریکا باشن به منازلشون بریم، با اونها اونجا گفتگو کنیم، گزارش تهیه کنیم تا این کاستی رو برطرف کنیم. تک و توک هم هستن که با صدای آمریکا مصاحبه نمیکنن، یا هنرمندانی هستن که خب نمیتونن گفتگو بکنن، یعنی از نظر کلامی راحت نیستن در یه مصاحبه یا گفتگو شرکت بکنن، و یا کسانی هستن که عقاید خاصی دارن، باورهایی به دلایل گوناگون، کنسرت هایی میرن، برنامه هایی هست، دوست ندارن در صدای آمریکا دیده بشن. من اسم نمیبرم، ولی خب شاید دلیل اصلی که یه سری از هنرمندا دیده نمیشن این دو سه نکته ای باشه که من براتون توضیح دادم. بسیار عالی. چند تا مورد آخرم باز بذاریم سوال به جواب میرسیم. اگر یه پیشنهاد دادن، گفتن در مورد دانشگاه و کالج های امریکایی بیشتر برنامه بسازید و معرفیشون کنید، و یکی هم سوال کردن که دیدن فیلم های کوتاه و انیمیشن از هنرمندای داخل ایران پخش میکنید، گفتن ما چجوری میتونیم بفرستیم، آیا بفرستیم پخش میشه یا نه، و اینو به کجا باید بفرستیم؟ پس من سریع کوتاه توضیح بدم. در این 7 سال که شباهنگ تأسیس شده ما برنامه های مختلفی داشتیم، قسمت های گوناگونی بود، حتی مجریان متفاوت این برنامه رو اجرا کردن، لونا، وفا، مستقیم، کامبیز و گروهی دیگه که شاید الان پیش ما نباشن. بخش هایی هم در برنامه به صورت اولیه وجود داشته که الان دیگه نیست. یکی از اونها همین معرفی کالج ها و دانشگاه ها بود، بخش پزشکی بود، بخش تکنولوژی بود که خب بچه‌ها الان حامد و آرش قسمت تکنولوژی رو دارن. یعنی جدا شده اینا. من می‌دونم که مدیریت بخش فارسی برنامه‌هایی داره که به این صورت یه شو یا برنامه خاص درباره کالج‌ها و مدارس آمریکا وجود داشته باشه. سوال دیگه هم اگه کسی انیمیشن داره، فیلم کوتاه داره، برای ما بفرستن. یه سری نکات خاص تکنیکی و فنی هست، ما به اونها توجه می‌کنیم، و
ولی در صورت شانس این که پخش بشه خیلی زیاده و ما هم استقبال میکنیم. بسیار عالی. بهنود، پس صفحه فیسبوک خودت هست، صفحه شباهنگ هست و همچون ایمیل شباهنگ درسته. هست که میتونن از اون طریق بگن که از برنامه چی میخوان و همینطور ممنونم از اینکه در برنامه شما. هر سوال دیگه بود برای ما بفرستن، اینجا شاید وقت نشه ولی قطعا اونجا جواب میدیم. شما بازم ما رو دعوت بکنیم، ما خوشحالی میام تو برنامه. ما حتما شما رو دعوت میکنیم، شما ما رو تو برنامه‌تون دعوت بکنید. دفعه بعد شما باید بیان. آره دقیقاً، ما باید بیایم، منتظر براش یه بهانه پیدا بکنیم. ممنونم خیلی. بهنود از اینکه اومدی در برنامه، ممنونم رویا و همینطور ممنونم از شما که ما رو در برنامه امشب همراهی کردید. عذر میخوام از کسانی که روی خط موندن نتونستیم باشون صحبت کنیم، مثل مرتضی الان که روی خط هست. و تا هفته آینده دوشنبه با برنامه‌های دیگه روی خط، مراقب خودتون باشید و شبتون بخیر.